به هم سری مشهلی دون که دخبرانه دوام داد دخبرانه پدی برخه که لزان سر دکتر لرو چه دکتر سید کمال جلال را سر دونن هم پدی بند خبری که سکته مغزی چه ده ما دکتر سید مخی پدی را خبری وکره چه ده مرک سالورم لعمل دو واقعا هم یا پیچیده موضوع دن و تاسو هم که با ذهنه که پختنه ویدی دقی برخی لودن که و سی ترسو ستاسو پختنه هم حل شد دکتر سید سری مشهی خبرانه تا سهر ببخه سلام صبح شما بخیر دوستایی که میبینن هم خدا کنه که صبح خوب و آرام و بدون انفجار آغاز کرده باشن دیره مننه دکتر سیب دکتر سیب سنگه ما چی بسر کیده اونو کرده تقریبا یو پیچیده موضوع ده ترسو چه تاسو غنده کسان پدی علا وضاحت ورنو که خسو گربنده نپویگی نو تاسو پایلو کبی پدی چه داخل سکته مغزی سه ده و سه دول را مسته کی سکته مغزی را میگن که تقریبا چهارمین دلیل مرگ است بعد از امراض قلبی، بعد از سرطان ها، بعد از امراض مزمن ریه چهارمین دلیل مرگ است مگر این تقریبا یک دهه قبل میگفتن که چهارمین دلیل مرگ است مگر در بعض کشورهای مانند کشور ما افغانستان کشورهای عقب مانده شاید دومین دلیل مرگ باشه یعنی واقعیتش به این اندازه بیشتر شده معمولا اختلالی است که هر چقدر که سن زیادتر میشه بعد از سن بعد از دهه پنجم ششم زندگی خصوصا بعد از دهه ششم زندگی اتفاق میفته مگر ما وقت شمی بینیم که تقریبا 10 سال الی 15 سال وقتر اتفاق میفته اگر ما سکته مغزی رو تعریف کنیم میگن اگر بر قسمت از مغز خونرسانی متوقف شوه چی از باعث بندش یک شریان در مغز یا یک رگ در مغز چی از باعث اونمو شریان که پاره میشه خونریزی پیدا میکنه دیگه اونمو قسمت مغز کارکرد نرمال خود نمیداشته باشه و اونمو حجرات مغز چون یا بندش و یا هم پارگی که ایجاد شده باعث میشه که دیگه مواد مغزی اکسیژن و گلوکوز به مو حجرات مغز نرسه و به حجرات مغز که در ظرف ثانیه ها و دقایق اگر اکسیژن نرسه اونمو قسمت حجرات مغز زندگی خود از دست میتن یعنی میمیرن اینمی حالت اصطلاحا سکته یا سکته مغزی میگن بله. معمولا دو نوع است سکته های اسکیمیک و سکته های خونریزی دکتر صاحب پدی اړه به نور خبری هم لرو موږ هم یو کوچنی غونډه بسته چمتو کړی پدی اړه لومړی به بسته وګورو لغې نورس هم بیا هم بس لرو سکته مغزی بیانگر وارد شدن آسیب به بخش از مغز است. این آسیب زمان ایجاد می شود که جریان خون در مغز مختل شده و یا در اثر پارگی دیوار رگ‌های خونی جریان خون به بیرون انتشار پیدا کند. در این حالت اکسیژن و مواد غذایی ضروری به مغز نمی رسد. سکته مغزی سومین علت مرگ میر علت مرگ در بسیاری از کشورهای غربی است. با افزایش سن شیوع آن نیز افزایش می یابد. عامل اصلی آن شامل فشار خون بالا، دیابت، افزایش چربی های خون، کرونای قلب، نارسایی های قلب، بزرگ شدن بطن چپ قلب، مصرف سیگار، چاقی، استفاده از قرص های ضد بارداری، استروژن دار و بالا بودن غلظت خون است. سکته مغزی اغلب با فشار خون بالا یا تغییرات نامنظم فشار خونی همراه است. گرچه هنوز دلیل محکمی درباره تاثیر رژیم غذایی در بروز سکته مغزی وجود ندارد ولی بسیاری از دکتران معتقدند که رژیم درمانی سبب کاهش فشار خون و به دنبال آن کاهش خطر بروز سکته مغزی می شود. در حضور رادیکال های آزاد رگ‌های مغزی سریع‌تر دچار زایم می‌شوند. بنابر این افزایش مصرف روزانه مواد آنتی اکسیدانی لازم است. میوه و سبزیجات و همچنین آب آنها غنی از ویتامین های انتی اکسیدان می باشد و در مقابل کم سدیم دارند و باید به میزان حداقل 5 واحد در روز مصرف شوند. تحقیقات در کشور انگلستان نشان داده که دریافت میزان بالای میوه و سبزیجات با کاهش میزان سکته مغزی همراه بوده. مطالعات نیز در بلژیک نشان داده بیمارانی که سبزیجات و ویتامین ای را به مقدار فراوان مصرف کردند و دارای سطوح بالای ویتامین ای در خون بودند پس از بروز سکته سریع تر بهبود یافتند. مغزدانه های خوراکی و روغن کتان ها به نوع اسید چربی ضروری به نام لیونولیک
اسید هستند. در طی مطالعه‌ای که محققان فنلندی انجام داده بودند، مشاهده شد مردان میان سال که دچار سکته شده بودند در مقایسه با سایر افراد سطوح پایین‌تر از این اسید چربی ضروری را داشتند. مصرف مواد غذایی غنی از سلینیوم یعنی ماهی، جوانه گندم، تخم آفتاب پرست برای پیشگیری از سکته مغزی توصیه می شود. دریافت پایین این ماده مدنی با افزایش سکته مغزی ارتباط دارد. بسه مولی دلالی دون که خیلی دکتر سیب رزو پا نور عاملو بندی خبری که تاسو دیسو عامل یادونه وکره زی ما اغسی بچی بشو خلق و کسانو کلی دلی اغا خبر شریک کم چی یوش میر کسان کچیر تیو بد خبر ووری یا خدای مکره یو بد پی خوینو اغی وقتی هم دوی مغزی سکته کبی کن ببینه اتفاقا چنین چیز اتفاق افتی تقریبا درست پیش حمله انتحاری که صورت گرفت یکی از مادرایی که پسرشان شهید شده بود او گفتن که سکته کرد خب ما سر عوامل ایجاد کنیم سر فاکتورهای خطرساز زیادتر صحبت میکنم یکی از فاکتورهای خطرساز خود استرس است خود نمی فشار است درست؟ امی فشارهای روانی، ناراحتی ها، این باعث میشه که دفتن فرد فعالیت سیستم اوتونوم در سانه حاکم شوه یعنی سیستم خودکار عصبی و این از دو قوه تشکیل شده، سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک وقتی که ما گپ ناگوار مشنویم، یک خطر ناگوار مشنویم، سیستم سمپاتیک در سانه حاکم میشه، فعالیت زی با مراتب بیشتر میشه یکی از کارهای زی است که فشار خون بالا میبره این حالا معمولا کسایی که آسیب پذیر هستند مثلا فشار بلند خون دارن مبتلا به شکر هستن چربی خونشان بلند است و یا هم شرایینی که در مغز ما گفتیم که از باعث خونریزی یا پارگی شرایین هم سکته مغزی اتفاق میفته این حالا بعض نقاط ضعیف در خود دیوال حجرات شرایین هم است فشار دفتن بلند میشه و اونمو قسمت حجرات که داخل مغز شرایین که داخل مغز است او خونریزی میته احتمالا یکی از فاکتورهای خطرساز سکته مغزی فشار خون بلند است شاید مادری که امی خبر ناگوار رو شنیده و زندگی خود از دست داده یک دلیلش هم انمی استرس است امروز ما پیشتر گفتیم که سکته مغزی تقریبا 10 سال الی 15 سال قبل از وقت اتفاق میفته معمولا 2-3 دهه قبل در افغانستان سکته مغزی اکثرت واقعاتش بعد از سن دهه پنجم بود مگر امروز واقعات شاید در دهه چهارم هم ما میبینیم یعنی در بعد از 30 و 35 سالگی هم متاسفانه این اتفاقات میفته یکی از دلایلش انمی استرس است یعنی فشار روزمره زندگی است در پالیزی که فاکتورهای خطرسازش فشار بلند خون است معمولا سابق تعریف جدیدی که امروز از فشار بلند خون است که را میخوایم که دوری کنم سابق ما میگفتیم که اگر فشار 140 فشار بالایی یا سیستولیک 140 و فشار پایینی هم بالاتر از 80 باشه این اشخاص در فشار بلند خون طبقه بندی میشن یعنی فرط فشار خون دارن تعریف جدیدی که امروز تقریبا 2 ماه حدودا قبل انجمن امراض قلبی ایالات متحده آمریکا اعلان کردن او میگن که نه فشار بالایی الا 129 و فشار پایینی الا 80 اینی حد نرمال فشار است یعنی 10 درجه ستون سیما فشار تعریف پایین آوردن ارقام پایین آوردن اگر از این همروز اگر یک کس یک فشار خونشان 130 بر 80 باشه 130 بر 85 باشه این مردم ما در جمله فرط فشار خون بلند طبقه بندی میکنیم یعنی یکی از دلایل فاکتورهای خطرساز امی سکته ها فشار بلند خون است دکتر صاحب تاسو د استرس یادونه وکړه اصل چې زمونږ ډیری کسان په دغه رواني ناروغي خو زمونږ ډیری هیوادوال اخته دي په استرس باندې دا خو خامخانو لکه دوام هم کوي یا یو ورځ یا دا چې وخت یې هم ډیر اوسي د دې سره سره چې استرس دومره بد تاثیر لري ما یو کتاب کې ویلي وای کله چې یو سیمې ته یو ناروغي راغلې وه نو ډاکټر دې ته وویل چې تاسو دغه یو کس چې ورباندې اخته شوی ده دې ته هېڅکله مه وایه چې ته ناروغ سوی بلکې تاسې ورته ګلان ویسئ هغه ته داسې یو تلخین داسې یو فضا جوړه کړئ چې هغه پوه نه سي چې دا ناروغي دلته راغلې ځکه چې که تاسو هر یو په دې باندې عقیده ولرئ نو تاسو استرس باندې اخته کېږي وروسته له هغې بیا مغزي سکتې یادونه یې هم کړې وه چې دې کې یو مېرمنه له دې نه ډېره زیاته ډاره شوې وه یو لرې ځای کې اوسېدله چې هغه له ویرې نه لومړی په استرس اخته شوې وه هغې نه وروسته په سکتې مغزي باندې اخته شوې وه دا څومره صحت لري دا خبره ببینئ معمولا این حق هر انسان است
که از اینمی قسم که از شرایط عادی زندگی خود و شرایط نرمال زندگی خود آگاهی داره، باید از اون موارد هم آگاهی داشته باشه. معمولا دیگه دنیا ای یک نرم عادی است، حق شخص است که باید بفهمه که مشکل ما چی است. دیگه دنیا معمولا دکتر به خود مریض مستقیما میگه که شما مبتلا به کدام مرض هستی. نبات تاثیر رو بنده ببینه اینا محیطی که ما زندگی میکنیم متفاوت است، شرایطی که ما زندگی میکنیم متفاوت است و بالاخره برداشت فردی متفاوت است. ما معمولا مریضایی که پیش ما مراجعه میکنن میگن من کوشش میکنن که اصل مرض از مریض پت کنن، پنهان کنن، مگر چنین چیزی نیست. مریض شاید نا آگاهانه معلومات داشته باشه که ما باید چی مبتلا هستم. بهتر است که ما به شکل حداقل اگر دفعتن گفتن نمیتونیم سلسله وار برای مریض بگیم که مبتلا باید چی هسته. چرا امی مقاومت روانی و رفتاری هر انسان با هم متفاوت است، بهتر است که مریض از وضعیت صحیح خود آگاه باشه، این خوبتر است. دکتر صاحب دل افغانستان که څومره امکانات دیتا موجود دی ترسو خپل د سکتی مغزی که میلاج هم لري کنه که یو ځل انسان ناګهانی سکتی مغزی که خپل ژوند له لاسه ورکړي، تاسو د فلج یادونه هم وکړه په دې اړه راته معلومات ورکړئ. خو اگر ما سر اعراض علائمش صحبت کنیم، وقتی که انمی قسمت رگای مغز یا بند شد یا پاره شد، نظر به که اینمی قسم اینمی آفات در کدام قسمت مغز اتفاق افتیده، اعراض علائم است. به شکل عمومی اعراض علائمش در ظرف ثانیه ها و دقایق تحسس میکنه. مریض یک طرفش فلج می باشه، ما یک فرموله میگم به نام فاست، FAST. F از فیس گرفته شده، روی مریض یک طرف افتادگی می داشته باشه، درست، و بی‌حسی و قرقتی مریض احساس میکنه، در طرف روی خود از ضعیفی احساس میکنه. F A شام از آرم، از بازوها گرفته شده. یک طرف بدن ما، یک طرف بازوی ما، یا طرف راست یا طرف چپ درست دیگه کار کردن نمیتونه. اگر ما مثلا هر دو دست خود بالا کنیم، طرفی که فلج است ای ایره میتونیم به اراده خود داشته باشیم، مگر به اراده ما نیست، دست ما سقوط میکنه. صحیح است. S شام از سپیچ گرفته شده، مریض مشکلات تکلم پیدا میکنه، درست تکلم کردن نمیتونه، درست صحبت کردن نمیتونه، افهام تفهیم، افهام و تفهیم در مجموع هم لکنت پیدا میکنه هم افهام و تفهیم پیدا میکنه. و تیش هم تایم است که دیگر دنیا حداقل شماره مخصوص دارن، خدا کنه که روز ما هم شماره مخصوص داشته باشیم و زنگ بزنیم. و چرا سکته مغزی هم روز میگن اگر سکته مغزی در مساعتهای اول کمک برسه، چانس زنده ماندن یا چانس از که دیگر قسم دیگر حجرات مغز صدمه نبینه بهتر است که هر چقدر زودتر تداوی شوه. یکی از تداوی جدیدی که تقریبا چند سال محدود میشه که در اروپا و امریکا رواج شده، دوای جدیدی است که او باید خصوصا اگر سکته مغزی از باعث بندش باشه، یعنی سکته اسکیمیک باشه که تقریبا 90% واقعات سکته را تشکیل میده، اگر از این بابت باشه، اینی دوا باید در ظرف 3 سال بر مریض تطبیق شوه. خدا کنه که ما روز او امکانات داشته باشیم. او دلتا امکانات لرو کنه دیدی نروخی دیده؟ ببینه چرا نه؟ معمولا امکانات به خاطر به منظور تداویشان ما برزی مریضای خود داریم. چیزی که بسیار مهم است، من زیادتر سر تداویه درمانیش تاکید نمی تداویه دوایش تاکید نمی کنم. پیشتر ما فاکتورهای خطرساز گفتیم. فشار بلند خون یکی از فاکتورهای خطرساز است. کسایی که سیگارت میکشند دیگه فاکتور خطرساز است. کسایی که اضافه وزن هستند دیگه فاکتور خطرساز است. کسایی که مبتلا به شکر هستند فاکتور خطرساز است. پیش خانمایی که از دواهای ضد حاملگی استفاده میکنند فاکتور خطرساز است. معمولا در جامعه ما شما آلا استفاده از مواد مخدر تقریبا یک بسیار زیاد شده، درست، خصوصا پیش جوانا و نوجوانا با نامای متفاوت تابلت کا و تریاک و هیروین و الکل و سگرت، انواع و اقسام متفاوته. کسایی که سوء استفاده کننده هستن، حتی میگه اگر کسی یک سگرت هم کشیده باشه در خطر مبتلا شدن به سکته مغزی است. چرا خود سگرت باعث میشه که اکسیژن مغز اکسیژن قلب کم کنه، درست، اینا وقتی که اکسیژن مغز قلب کم میشه و سگرت باعث میشه که شرایین وجود ما را نارام تخریب کنه یا مشکل ساز از برشان کارکرد قلب زیاد میسازه، خودش باعث یک فاکتور مساعد کننده است. دکتر صاحب اوس به په د حال په لارې باندې هم خبرې وکړو، مخکې له مخکې یعنې وقایه د دې لپاره تاسو د څو فاکتورو یادونه وکړه، د دغه په راکمولو کې موږ هڅه وکړو که نورې لارې چارې هم شته. چیزی که هست، معمولا فاکتورهای قابل تعدیل ما داریم، فاکتورهایی که غیر قابل تعدیل است. مثلا
سن که زیاد شده میره ما مبتلا به سکته مغزی میشیم. ما ایره تغییر دادن نمیتونیم، جنسیت تغییر دادن نمیتونیم، فاکتورهای ژنتیک تغییر دادن نمیتونیم، مگر بعض فاکتورهای قابل تعدیل است. مثلا کسایی که سیگرت میکشن اینمی لحظه سیگرت ترک کنن، درست؟ کسایی که رژیم غذایی پرچرب میخورن همین لحظه او را کتازو خدافزی کنن و ودا برش بگن و سبزیجات و میوجات تقریبا بالاتر از 80% شامل غذای خود بسازن. نمک، کسایی که فشار بلند خون دارن، بسیار به سادگی ما میتونیم که حداقل خطر مبتلا شدن به سکته مغزی را به مراتب کم کنیم. کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن معمولا محکوم به بستر هستن و تقریبا در بیشتر موارد هیچ یک ارگان مدنی پیدا نشد که مردم را تشویق کنه به خاطر ورزش. و و و معمولا ما شما تقریبا 90% نفوس جامعه که ما شما میبینیم، جایی که من زندگی میکنم، نهایتش اگر صبح آدم یک سرشماری کنه شاید بیشتر از 50 یا 60 نفر، نهایتش 100 نفر باید به خاطر ورزش. و هم کسایی هستن که اول فشار خون پیدا کردن بعد از به خاطر ورزش آمدن. باید پیش زی که ما مبتلا به این مشکل شویم ورزش شروع کنیم. ډیره مننه ډاکټر صاحب، واقعا هم ډیر ښه معلومات مو لیدونکو ته وړاندې کړل. په دې هیله چې د هغوی هم پوښتنې حل شوي او وروسته له دې مخکې له دې چې په دې ناروغیانو باندې اخته شي هغې نه مخکې وقایه وکړي. ډیره مننه، ډیره مننه. لیدونکو اوس به هم لاړ شو، یوه لنډه دمه واخلو او بیرته چې رسنیږو خپرونه دوام لري.